درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهخانپور هستم. در پنجشنبه پنجم تیر ماه 26 ژوئن نگاهی داریم به جام جهانی برزیل، خداحافظی ایران. تیم ملی فوتبال ایران جمعه شب در حالی که هیجان جام جهانی فوتبال برزیل با ورود 16 تیم برتر جام به دور حذفی به اوج میرسد، مسابقات را ترک و به ایران باز می‌گردد. کارلوس کیروش سرمربی مستعفی تیم ملی ایران در واکنش به اظهار نظر سوشیچ مربی مستعفی بوسنی که عنوان کرده بود از سبک دفاعی ایران در بازی آخرش متعجب شده، گفت ایشان بشود سرمربی ایران و من بروم بوسنی بعد اظهار نظر کند. حرف زدن برای کسی که بازیکنانی در میلان، روم و منچستر سیتی دارد راحت است. ما با مشکلات مالی و تحریم‌ها به اینجا آمدیم و توانستیم برای خودمان احترام کسب کنیم. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال گفته است آخرین تصمیم درباره کیروش در ایران گرفته خواهد شد و اگر بتواند حتما قرارداد او را تمدید خواهد کرد. کفاشیان تاکید کرد ما تیمی جوان را به جام ملت‌های آسیا می‌بریم تا همان تیم به جام جهانی روسیه برود. رضا قوشان نژاد مهاجم تیم ملی ایران پس از پایان بازی با بوسنی گفت بوسنی بهتر از ما بازی کرد و برد حق آنها بود. آندرانیک تیموریان هافبک تیم ملی گفت هیچ کس از جمله مفسران و کارشناسان فکر نمی‌کردند اینقدر فوتبال ایران شکل گرفته باشد و ما بتوانیم خاطرات خوبی رقم بزنیم. از کارلوس کیروش خیلی چیزها یاد گرفتیم. جواد نکونام کاپیتان تیم ملی گفت اثر حضور کیروش در تیم ملی تا سالیان سال باقی میماند. کاش در رختکن بودید و حس و حال ما را میدیدید. در دیدار دیگر این گروه نیجریه برای صعود بدون در نظر گرفتن بازی ایران و بوسنی به یک امتیاز نیاز داشت، اما این بازی نهایتاً با نتیجه 3-2 به سود آرژانتین پایان یافت و نیجریه با توجه به شکست ایران با کسب 4 امتیاز به عنوان تیم دوم از این گروه صعود کرد. در فیسبوک و افق دو سوال با شما در میان گذاشتیم. ابتدا اینکه با نظر مربی بوسنی موافقید که گفت ایرانی ها گل میخواستن، نمیدانم چرا دفاع میکردن. همطور که میبینید اکثریت کاربران فیسبوک و افق با صحبت مربی بوسنی موافق هستند. پرسش دیگری که مطرح کردیم این بود که بهترین بازیکن تیم ملی ایران در جام جهانی از منظر کاربران فیسبوک افق چه کسانی بودند. همطور که میبینید اکثریت کاربران مهرداد پولادی رو، مدافع ایران رو، به عنوان بهترین بازیکن تیم ملی در این 3 بازی که انجام دادن انتخاب کردند. بازیکن‌های بعدی در میان 15 بازیکنی که به زمین رفتن آندرانیک تیموریان، اشکان دژاگر، اینا تقریبا با هم برابر هستن و بعد رضا قوچان نژاد، ولی اکثریت بهترین بازیکن تیم ملی رو مهرداد پولادی انتخاب کردن. کماکان میتونید به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به افق@voanews.com ایمیل بفرستید. اما نگاهی بیاندازیم در هفت پرده به بازی ایران و بوسنی. دقیقه 23 ادین ژکو ستاره 28 ساله منچستر سیتی در یک حرکت انفرادی و با شوتی زمینی از پشت 18 قدم گل نخست بوسنی را به ثمر رساند. دقیقه 24 بلافاصله بعد از گل بوسنی اشکان دژاگه در محوطه جریمه بوسنی به مسعود شجاعی پاس داد و شوت او هم به تیر افقی دروازه برخورد کرد و کنار خط گل پایین آمد، اما وارد دروازه نشد. دقیقه 30 خطر ایران روی دروازه بوسنی هرزگوین در محوطه 6 قدم توسط رضا قوچان نژاد که در آفساید قرار داشت. دقیقه 59 نیمه دوم هم کنترل بازی دست بوسنی است.
میرالم پیانیچ هافبک باشگاه روم ایتالیا گل دوم بوسنی را در پی پاس اشتباه سید جلال حسینی به ثمر رسوند. دقیقه 63 کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران طی 5 دقیقه ابتدا علیرضا جهانبخش و سپس کریم انصاری فرد را به جای احسان حاج صفی و اشکان دژاگه وارد میدان کرد تا به قدرت خط حمله ایران اضافه شود. دقیقه 82 فرار جواد نکونام از تله آفساید و پاس او در 18 قدم را رضا قوچان نژاد به تنها گل ایران در این دوره از جام جهانی بدل کرد. ایران اختلاف را با بوسنی به 1 گل رساند. دقیقه 83 کمتر از 1 دقیقه بعد از گل ایران ورشایویچ هافبک بوسنی در 1 ضد حمله سری سومین گل بوسنی را هم به ثمر رساند و تمام امیدهای ایران بر باد رفت. افاق از صدای آمریکا هستید. مهمان های امشب افاق آقای مانوک خدابخشیان، کارشناس فوتبال، مجری برنامه های شمارش معکوس و دیوار، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی که از استودیوی صدای آمریکا در لس آنجلس با ما هستند. آقای محمود ابراهیم زاده، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران، بازیکن پیشین باشگاه ولفسبورگ آلمان، نماینده پیشین آسه میلان در آمریکا و آنالیزور تیم ملی فوتبال ایران در مقدماتی جام جهانی، و همچنین علی امادی، گزارشگر اعزامی صدای آمریکا به برزیل که از سالوادور مستقیم با ما هست. بریم به برزیل برای آخرین تحولات و صحبت‌هایی که مطرح شد در 24 ساعت گذشته. علی صحبت کن برای ما، الان تیم کجاست؟ اگه اشتباه نکنم بعد به ساوپائولو برگشته باشن و احتمالاً دارن چمدان‌ها رو می‌بندن که برگردن. چه اتفاقاتی در طول دیروز بعد از بازی یا قبل از بازی رخ داد؟ صحبتی شد که گفتن تیم خسته بوده، کیروش محل آخرین تمرین تیم ملی رو عوض کرد. چه اتفاقاتی در 24 ساعت گذشته رخ داد که کمتر ازش شنیدیم علی؟ باید خدمتتون بگم که تیم ملی روز گذشته طبق قراری که با فیفا داشت قرار بود ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی توی ورزشگاه فونچنوا تمرین بکنه، اما خود کارلوس کیروش تصمیم گرفت که 24 ساعت قبل از بازی این تمرین صورت بگیره. برای همین ورزشگاه رو اجاره کردن و به اون ورزشگاه رفتن. ساعت 12 تمرینشون تموم شد، ساعت 2 برگشتن به محل اقامتشون در هتل دیول. کسی از این خبر نداشت و همه فکر کردن که تیم ایران به دلیل درخواست فیفا همچون بازی که با آرژانتین داشت و تمرینش در ورزشگاه مینراو در واقع کنسل شده بود به دلیل ترمیم چمن ورزشگاه، به اون دلیل بود و همه در خبرگزاری ها و رسانه های ایرانی نوشتن که تیم بوسنی و هرزگوین در اون ورزشگاه تمرین کرد و نادیده گرفت در واقع درخواست فیفا رو. اما من از آقای مهدی محمد نبی، دبیر فدراسیون و سرپرست تیم ملی فوتبال ایران در برزیل پرسیدم، ایشون گفتن که خود آقای کیروش این رو خواسته بوده و بعد در نشست خبری آقای کیروش به این مطلب اشاره کرد. اما پس از اینکه تیم به هتل برگشت و بعد از نشست خبری ساعت 11 شب، شب قبل از دیدار، آقای کیروش به در اتاق بچه‌ها رفت و اینطور که من شنیدم در اتاق بچه‌ها در زده، هر کدومشون رو خواسته و در واقع از رخت خوابشون بیرون آورده و گفته که به من بگید می‌خواید توی برزیل بمونید، اگه می‌خواید بمونید میتونید همین الان اسباباتون رو جمع کنید، اگه میخواید برگردید و اسبابتون رو جمع کنید، اگه میخواید بمونید باید بجنگید، باید پوستتون در روی زمین فوتبال دیده بشه، باید خودتون رو به آب و آتیش بزنید، باید مصمم باشید. از نظر روحی آقای کیروش همونطور که در مقدماتی جام جهانی هم شاهدش بودیم بسیار هنرمندانه و استادانه میتونه روی روحیه بچه‌ها کار کنه و تمرکز بچه‌ها رو بالا ببره. اما پیش از این دیدار
دقایق قبل از اینکه تیم به درون زمین بیاد یه مسائلی اتفاق افتاد در رختکن و اینکه کیروش به هر حال رفتنش مشخص شده بود و بازیکنان تیم ملی دوست نداشتن این اتفاق بیفته. در 20 دقیقه ابتدای بازی همچون سه بازی گذشته تیم ایران تمرکز وجود نداشت، بسیار استراب داشتن بچه‌ها و همونطور که دیدید دقیقه 23 گل ادین ژکو ستاره منچستر سیتی شیرازه تیم رو به هم ریخت. قرار بود که با همون سیستم 4-2-3-1 بازی بکنن و یک مهاجم که قوچا نجات باشه و زمانی که حمله میکنن تبدیل بشن به 4-3-3 و این رو نشون داد که تیم ایران کلن در این زمینه مشکل داره. وقتی که به آمار هم نگاه میکنین 270 دقیقه تنها یک گل زده و در این زمینه تیم ایران رکورددار جام بیستم هست و این باعث شد که تیم ایران گل اولی که خورد نیمه اول از هم پاشید، نتونست تمرکز دفاع خودش رو داشته باشه و سعی کرد بازتر بازی کنه در نیمه دوم. البته اگر مسئول شجاع اون گل رو زده بود شاید ورق بر میگشت، اما تیر دروازه مانع اون شد و بعدم قوچا نجات نتونست. بله، و بعد در نیمه دوم میخوام بگم که تا اونجا تا دقیقه 90 هوادارانی که در ورزشگاه فونچنوا بودن، ایرانیان که تعدادشون بیش از بوسنی هرزگوین طرفداران بوسنی هرزگوین بود، یک صدا تیم رو تشویق میکردن و حمایت میکردن از کیروش و دروازه‌بان تیم ملی و قوچا نژاد و اشکان دژاگه. در نیمه دوم وقتی که خسرو حیدری اومد مشخص بود که ایران برای رسیدن به گل تمام تلاش خودش خواهد کرد. یکیش عقب بود، باید حتما یه گل میزد، باید سه امتیاز رو میگرفت. دیدار بوسنی و دیدار نیجریه و آرژانتین هم 1-1 تموم شده بود و خیلی نگران انتهای نیمه دوم یه گل مسی زد و امید رو برگردون به اردوی تیم ملی. اومدن خسرو حیدری باز امیدوارتر کرد تیم ملی رو، اما بعد گلی که میرالم پیانیچ هافبک بازی ساز تیم ایس روم زد باز همش رو خراب کرد و به هر حال اون گلی هم که کوچی دقایق پایانی زد سریع پاسخ داده شد. بعد از این اتفاق، بعد از باخت ایران، خب همه ناراحت بودن، تصاویر هم همه دیدن، بینندگان به رختکن رفتن و کیروش حدود یک ساعت توی رختکن بود، با بچه‌ها صحبت می‌کرد. وقتی کیروش از توی رختکن اومد بیرون همه بچه‌ها با چشمان گریان می‌خواستن که کیروش بمونه و اون مسائلی که توی یک سال گذشته اختلافاتی که بین فدراسیون فوتبال با کیروش اتفاقا دامن زده بود، به حاشیه‌هایی رو براشون ساخته بود، دوست داشتن کیروش بمونه. اتفاقا همین می‌خواستم این رو ازت بپرسم که در صحبتی که آقای کفاشیان کرد گفت که وقتی که برگردیم ایران تصمیم می‌گیرن در مورد وضعیت کیروش، حتی صحبت‌های شده در مورد که خود آقای نبی رو سرنوشتش چه خواهد شد، که یه توضیحی به ما بده برای بینندگانی که ممکنه کمتر آشنا باشن، کیفیت رابطه کیروش با آقای کفاشیان و آقای نبی چطور هست؟ ببینید اگر برگردیم به 3.5 سال گذشته وقتی آقای سعیدلو در واقع سکان ورزش ایران رو در اختیار داشت، با آقای کیروش از طریق آقای عباس ترابیان وارد مذاکره شد آقای کفاشیان و ایشون به ایران اومد از طریق ایجنتی که در امارات هست. آقای ترابیان در همون ابتدای کار با آقای کیروش به اختلاف خورد و وقتی آقای کیروش دید که اون چیزی که از آقای ترابیان به عنوان یک سرپرست تیم ملی میخواد برای تهیه کفش‌های مورد علاقه‌اش یا با کیفیت مطلوب پیش نمیاد، با ایشون به اختلاف خورد. به هر حال اختلاف آقای عباس ترابیان رو مسئله پشت پرده است که شاید پس از جام جهانی اختلافات مشخص بشه و این گفته‌هایی که ناگفته‌هایی که در فدراسیون فوتبال در ساختمان سئول اتفاق افتاده بعداً مثل همیشه که یکی دو سال بعد از جام جهانی، چند ماه بعد از جام جهانی اتفاق میفته روی بده. به هر حال این اولین اختلاف ایشون بود با آقای عباس ترابیان. آقای کفاشیان اون زمان از آقای کیروش حمایت کرد، اما آقای ترابیان رو هم در قسمت بازاریابی به کار گرفت. پس از اون کیروش با توجه به شخصیتی که داره و با گذشتهش وقتی نگاه میکنیم کارنامش، با افرادی که کار کرده مشکلات خاصی رو داشته. به هر حال آدم بسیار سختگیری هست، مایکرو منیجمنت داره، شاید دیکتاتور به نظر برسه اما آدم بسیار پرتلاش و پرکاری هست. این چیزهایی هستش که به هر حال اختلافی که با سیموئز یکی از افراد معروف و فوتبالیستای سرشناس پرتغال اتفاق افتاد، مک‌درموت در واقع مربی بدنسازی که با اومد، بارت مربی دیگه، محمد مومنی در واقع مترجم تیم و افراد دیگه که کارلوس کریش باشون اختلاف داشته. مسئله ای که اختلافش خیلی بیش از حد عیان شد و آقای کیروش و آقای کفاشیان رو به چالش کشید، مسئله اسپانسر اولشپورت بود که حق اسپانسرینگی که در واقع باید پرداخت میکردن به آقای کیروش
اونطور که شنیده شده $150,000 بوده و آقای کفاشیان با آقای ترابیان یا به هر حال سیستم بازاریابی فدراسیون این مطلب رو در واقع آقای کیروش رو دور میزنن و این رو قرارداد رو میبندن بدون که پولی نصیب آقای کیروش بشه و آقای کیروش که آدم بسیار حرفه‌ای هست در فوتبال جهان از این مطلب خیلی ناراحت شد و جوری وانمود کرد که وزیر ورزش ایران هم مجبور شد که انتقاد کنه از حرفای آقای کیروش و جوری به نظر رسید که آقای کفاشیان در واقع این احساس رو داشت که جوری در رسانه‌ها باستا پیدا کرد که آقای کفاشیان یک پول رو از توی جیب کیروش در آورد و همین مسئله باعث اختلاف بسیار بالایی گرفت و اینها به حال مشخصش تمام رسانه‌های ایران میدونن، هرچند در تلویزیون ایران یا رسانه‌های جمعی شاید نشه به عیان گفت اما این مشخص بود. اما مطلب اینجا هستش که آقای کیروش خودش میدونست که در این تیم نخواهد موند. آقای کفاشیان هم همونطور که توی گزارش پس چرا علی الان این بحث گفتم علی چرا خسته شدن چرا این بحث الان مطرح میشه که گفتن ابتدا مسئله مبلغ قرارداد که کیروش مطرح کرده، بعد گفتن مشکل پرداخت این مبلغ رو دارن، بعد بحث این شد که اختیار همونطور که اشاره کردی اختیاراتی که کیروش درخواست کرده بیش از اون چیزی است که در واقع شاید فدراسیون رو خل سلاح میکنه برای اداره تیم. مبلغی که کیروش درخواست کرده دقیقاً چقدر هست و آیا مشکل بر سر مبلغ قرارداده؟ ببینید به هر حال پول‌هایی که توی فوتبال ایران داره خرج میشه مبلغ $2,800,000 مبلغی نیست. به هر حال زمانی که آقای کیروش وارد ایران شد حقوقش از یک مربی لیگ برتری هم کمتر بود، زمانی که دلار 1,000 تومان بود، اما به هر حال با افزایش قیمت دلار این اتفاق افتاد، یعنی پول زیادی رو آقای کیروش طلب نکرد. به هر حال قیمتی هستش که این مربی میشه گفتش که تراز اول حداقل برای آسیا میتونه طلب بکنه. مسئله مهمی که وجود داره این هستش که فدراسیون ایران توانایی کنترل و هدایت سرمربی خودش رو نداره. در واقع همه متوجه شدن تو ده ماه گذشته به غیر از مشکلاتی که به هر حال میشه حق داد به فدراسیون فوتبال ایران به دلیل مشکلاتی که به خاطر تحریم‌ها گریبانگیر ایران و فوتبال ایران شد و اون پولی که هنوز من پرسیدم از آقای نبی هنوز اون پول $1,000,000 که سهم ایران هست دریافت نکرده. این $8,000,000 هم که قرار هست برای جام جهانی دریافت کنن رو حواس و مشخص نیست کی خواهند گرفت. به هر حال این مسئله هست، اما مهمترین مسئله‌ای که باعث اختلاف شده نحوه مدیریت فدراسیون فوتبال ایران و حالتی میمونه که یک مربی از فدراسیون حرفشنوی نداره، حالتی میمونه که یک بازیکن به مربی خودش اعتنایی نمی‌کنه. به هر حال آقای کیروش درسته که مشکلات مالی ایران زیاد بود، به هر حال مسئله تحریم بود، اما بازی شیلی رو هم کسی یادش نرفته. وقتی که شیلی از ایران درخواست کرد برای این بازی دوستانه و حتی قرار شد که به ایران هم پول بده، فدراسیون هم دوست داشت این اتفاق بیفته در اروپا، ولی آقای کیروش به خاطر اینکه کارنامه‌اش از بین نره و به هر حال مسائل حرفه‌ای خودش رو در نظر گرفت این بازی رو رد کرد. مسئله اینجا هستش که این علی یه چیزی من فقط برای اینکه روشن بشه سازی‌هایی که در رسانه‌ها میشه صحبتت یادت نره خیلی کوتاه، این $2,800,000 که گفتی مبلغی است که مشخصا آقای کیروش خواهد گرفت. برای تیم فنی چقدر درخواست کنی مجموعه گروهی که قراره تیم رو مدیریت بکنه مبلغ باید بسیار بیش از این باشه؟ صحبت از $1,200,000 برای دو دستیارش هست، یعنی دنگاسپار و مربی پرتغالی کنار تیم، البته مربی بدنساز هست، ماساژور رو خودشون باید تامین بکنن. مبلغ مجموعاً $5,000,000 در سال هست برای کشوری که هر تیم لیگ برتریش که بازدهی چندانی هم نداره و بین 15 میلیارد تا 30 میلیارد دلار 30 میلیارد تومان هزینه میشه، چنین پولی شاید پول چندانی نباشه. اما این مسئله که هست، 3 سال و نیم پیش وقتی قرارداد با آقای کیروش بستن از آقای کیروش خواستن که تیم‌های امید جوانان و نوجوانان رو حتی تا رده‌های پایین رو رهبری کنه زیر نظر ایشون باشه. ایشون بعد از 6 ماه گفتش یا تیم ملیتون رو می‌خواید به جام جهانی بفرستید یا می‌خواید من فوتبالتون رو مثل زمانی که در آمریکا بودم سال‌های 91 تا 94 فوتبال پایتون رو در واقع بهتر انجام بدم و نظارت بکنم. اونها گفتن که ما می‌خوایم تیم حتما به جام جهانی بره و اون چه که در قراردادش نوشته شده به هیچ وجه عمل نکرد کیروش، اما بسیار مربی موفقی بود. همه این رو میدونن که اعتبار این بازی ایران در مقابل آرژانتین در مقابل نیجریه 100% به کیروش برمیگرده، همونطور که شکست 3-1 هم در مقابل بوسنی و هرزگوین به کیروش برمیگرده و تفکراتش. بسیار خب علی، چون وقت اندکی داریم و بحث رو میخوایم با کارشناسان برنامه دنبال بکنیم، من میخوام یکی دو تا اتفاق مهمی که مربوط به بازی‌های امروز بحث ایران رو
فعلا کنار بگذاریم، تا حدود شاید 10 دقیقه دیگه بازی آمریکا و آلمان شروع خواهد شد. بحث‌های زیادی هست که دو مربی آلمانی در مقابل هم قرار گرفتن، کلینزمن اونسو و آقای لو اون طرف. پرتغال و غنا قرار بازی بکنن. گزارش‌ها اومد که بواتنگ و مونتاری رو مربی غنا اخراج کرده از تیم و اونها رو برگردانده به کشورشون، و آخرین خبر هم که داریم محرومیت 4 ماهه سوارز. فضا بازی امروز چقدر اهمیت داره، بازی آمریکا با آلمان به ویژه، چون می‌خوایم در طول برنامه به شدت بپردازیم؟ قطعاً بازی آمریکا با آلمان بسیار بازی مهمی است. همینطور که مشاهده می‌کنید در شهر سالوادور بارون عجیبی میاد و میشه گفتش که شهر رو آب فرا گرفته، مثل اینکه داره سیل میاد. و در شهر رسیو هم که این دو تیم در قرار رو بازی بکنن، احتمال لغو بازی یا تأخیر بازی هست. اما اون چیزی که مهم هست اینه که تیم آمریکا برای رسیدن به مرحله بعد حتما باید این دیدار رو ببره و امیدوار باشه که پرتغال با اختلاف گل مقابل غنا به پیروزی نرسه. و مطلب دیگه هم که باید حتما بهش اشاره بکنم در مورد سوارز، شما گفتی سوارز رو تمام رسانه‌های برزیل و تلویزیون گلوبال که اینجا تلویزیون محلی هست به صورت تمسخرآمیزی در موردش گزارش‌هایی رو درست کردن و باشگاه لیورپول هم احتمال زیاد این بازیکن رو جریمه خواهد کرد. به هر حال برای آمریکایی‌ها خیلی مهم هست، همونطور که تونستن غنا رو شکست بدن، خرشون خیلی مهم هست که بتونن انتقام خودشون رو بگیرن و همچون 4 سال گذشته اتفاق نیفته که از رسیدن به مرحله بعد محروم بشن. علی، ازت سپاسگزاریم. در این روزها هر روز اخبار و گزارش‌ها و تحولات رو پوشش میدادی و میدونم که فردا همونطور که تیم ملی ایران برزیل رو ترک می‌کنه، تو هم برزیل رو ترک می‌کنی، برمیگردی. متشکر از اینکه این چند هفته و چند روز گذشته با ما همراه بودی. علی عمادی بود، گزارشگر اعزامی بخش فارسی استادیوم آمریکا به برزیل برای پوشش اخبار جام جهانی. آقای خدابخشیان، شنیدی صحبت‌های علی رو و قطعاً هم این هفته‌ها و این روزها تحولات رو با دقت دنبال می‌کنید. من می‌خوام برگردیم به فوتبال ایران، بعد به مسائل مرتبط با فوتبال آمریکا هم که امروز قرار برگزار بشه خواهیم پرداخت. ابتدا اون پرسشی رو که ما در فیسبوک هم با کاربران در میان گذاشتیم از شما میخوام بپرسم که با اون حرفی که سرمربی بوسنی میزنه موافقید که گفت ایران نیاز به گل داشت، نیاز به پیروزی داشت ولی دفاع میکرد، نمیدونم چرا؟ برای اون هم سوال بود. ببینید اجازه بدید بازم بگم اوبریگادو آقای سینیور کیروش، بگیم تنکیو، واقعا زحمت کشید، اعتبارشو گذاشت و یک اعتباری هم به فوتبال ایران داد. اما در مورد این بازی اولا باید گفت بچه‌ها خسته نباشید. بچه‌های ما هر چه داشتن متاسفانه در 90 دقیقه آرژانتین به کار گرفتن، بنابراین همیشه این بوده در فوتبال دنیا. هر بازی رو نگاه کنید، وقتی دو تیم قدر در مقابل هم می‌ایستن و در واقع سطح بازی رو بالا می‌برن، در بازی بعدی افت رو می‌بینید. من 24 ساعت قبل از بازی ایران و بوسنی در فیسبوک هم نوشتم این بازی، بازی زیر چراغ زرده. یعنی چی؟ یعنی شما اصلا نمیتونید پیش بینی کنید چه پیش خواهد آمد. چرا؟ و بعدم نوشتم گل اول شرط اصلی این بازیه. اگر ما گل اول رو میزدیم بوسنیچی‌ها دیگه حرکت نمیکردن. برای بوسنیچی ها فقط مسئله در واقع غرور شخصی و ملی هم اینقدر مطرح نبود، چرا که اولین بار اومده بودن جام جهانی و فقط براشون مهم بود مثلا بازیکنی مثل ژگو که من گفتم بدید جلال حسینی از اول تا آخر مراقبش باشه، چرا اون تنها کسی بود که میخواست حتما گل بزنه. به هر حال خودش یکی از گلزنهای فوتبال باشگاهی انگلیس است، به هر حال میخواست قیمت و ولیوی خودش رو به طور شخصی در بازار بالا ببره. بنابراین آیا تیم ما دفاعی بازی کرد؟ من معتقد نیستم آقای کیروش دفاعی میخواست بازی کنه. بچه ها دیگه از نقطه نظر روانی و تا حدودی فیزیکی نمیکشیدن. در چنین بازی بجز اون گل اول شما به یک بازیکن بازی ساز یا رهبر میان میدان نیاز دارید، یک بازیکنی که درست در لحظاتی که
دیگران کشش بازی ندارن، اون با یک حرکت، با یک به اصطلاح میتونیم بگیم پاس استثنایی تغییر میده بازی رو، نقطه عطف رو به وجود میاره. بنابراین نمیشه گفت دفاعی بازی کرد، بلکه خود بچه ها یک نوع حراسی داشتن اگر این بازی رو ببازن چه پیش خواهد آمد و پیش آمد، در حالی که باید میرفتن گل اول رو میزدن، بوسنیچی ها دیگر جدی نمیگرفتن به خاطر اینکه اونا چیزی نداشتن ببرن یا ببازن. اما در مورد اینم توجه کنید، شما واقعا باور داشتید ما بوسنیا رو ببریم؟ یک مقدار انصاف خوبه، فوتبال یک عدالت داره، یک منطق داره. مسلماً بوسنی برتر از ما بود، مسلماً ما با فوتبالی که لکنت داره نمیتونیم بر این فوتبال برتر اروپا پیروز بشیم. درست گفته کیروش، در اون تیم بازیکنهایی بودن که مثلا مرد شماره 8 بیرویچ اصلا هر کاری میخواست انجام میداد، ولی آیا در تیم ما بجز دژاگه که یک مقدار اعتماد به نفس داشت، یا آندرانیک تیموریان به خاطر خصوصیات بازیش یک مقدار جنگندگی داره، آیا بقیه بازیکنها احساس میکردن که بر بوسنیچی ها پیروز میشن؟ نه، گناه هم ندارن. یک مقدار ما گرفتاریمون اینه، ما زود جوگیر میشیم، زود به هیجان میریم. نه، فوتبال ما همینه، از روز اول گفتیم شما نباید بر هر بازی، بله یک دوستی در فیسبوک من نوشته بود تیم ملی ایران سه چهره در سه بازی مختلف ارائه داد. چرا؟ این فرهنگ فوتبال ماست. کیروش فقط سعی کرده بود اعتبار و دانش و آگاهی‌های خودشو، اون حس حرفه‌ای‌گریش که یک مقدارم ظرافت‌های بیزنسی و در واقع شخصی هم داشت، این تیم رو در جام جهانی طوری نگه بداره که برای اون سودهای مالی در آینده داشته باشه. این کارنامه فوتبال ماست. نه افسرده خاطر بشید، نه به هیجان بیایید و از یک باخت پیروزی بزرگ بسازید. این گرفتاری ماست. خب آقای ابراهیم‌زاده، شنیدید صحبت ها رو، آقای خدابخشیان هم تردشون دادن. دو تا پرسش مطرح میشه، یکی این که عده گفتن که روش قبلا هم شاید خود شما تو این برنامه صحبت کردین که اصولا مربی سیستم های دفاعیه و میشود تصور کرد که واقعا فرصت نداشت روی تاکتیک ها برای حمله کار بکنه با توجه به زمان محدودی که برای آمادگی تیم داشته و اردو، یا اینکه اساسا درک خیلی بالایی در سطح جهانی نسبت به اینکه چطوری تیم رو برای ارنج حمله بچینن نداره. یا یه پرسش دیگه هم که مطرح میشه این که اساسا همونطور که الان آقای خدابخشیان هم گفتن، فوتبالیستای ایران با همه خسته نباشیدی که بهشون گفته شد و باید هم گفته بشه، شاید نتونن اون انتظاراتی رو که مردم بعد از بازی آرژانتین ایجاد شده بود برآورده بکنن. ببینید، گفتن یا آقای خدابخشیان گفتن، علی هم که یه سری رپورت گزارش داد و منم فقط میتونم همین رو اضافه بکنم، چیزی به غیر از اینا نیست که بخوام بگم. ولی بذارید بگم که آقای کیروش ابزاری که در دست داشت همین بود، چیزی بیشتر از این نداشت. توجه کردین به صحبت های خودش در جواب مربی بوسنیا که گفته بود، ببین ریز بشیم بریم تو این برنامه، این روز اولی که اومد ایرانم گفت، برگشت گفت اینجا من بازیکن ندارم که بتونم باش کاری بکنم و این ارنجی که بسته و بر سیستمی که بازی کرده، سیستم دفاعی که بازی کرده بر اساس تواناییش بوده، بذات ابزار کاریش همین بوده که تو دستش بود، بیشتر از این نبود. یعنی میتونستش که در طول این یکی دو سالی که به ویژه روتین تمرکز بیشتری پیدا کرده بود، این تیم رو به جای اینکه تیم دفاعی بچینه تیم تهاجمی بچینه، این امکان رو باید مهره‌هاش داشته باشه، باید توانایی داشته باشه. ببین تیم ما چه به لحاظ کار تاکتیکی، چه به لحاظ کار فیزیکی، روحی، روانی در اون حدی نبود، در سطح بازیکن‌های اروپایی در اون حد نبود که بتونه چند تا کارو در یک زمان بهشون معول بکنن انجام بدن. مثلا بگن خیلی خوب شما از دقیقه فلان تا فلان هم دفاع کنید، بعدن بیان بگن خیلی خوب الان موقعیتش هست که بتونیم هم دفاع که کردین بیاین
یه حمله هم اینجوری بکنین، دو تا بازی هم از این ور از اون ور حرکت بکنن. همین از این جهت سوال می‌پرسم که ببین مثلا نه اینکه مقایسه بکنه فوتبال ایران با آرژانتین، ولی مثلا آرژانتین یه فوتبال باز داره در واقع، نه اونچنان دفاع می‌کنه، حمله هم در واقع در تیم بیشتر رویکرد تهاجمی داره. بس سوال من اینه که آیا واقعیت بازیکن‌های ایران هستن که کیروش رو برد به اون سمت که این تیم رو دفاعی بچینه، یا واقعیت‌های ذهنی خود او، تجربه خود اوست که تیم ایران رو به این سمت برد که تیم رو دفاعی بکنه؟ هر دو. چون که ببین کیروش یه بررسی کرد، آنالیز کرد بازیکن‌های ایران رو، بعد متوجه شد که چیزی بیشتر از این نمیتونه انجام بده. تمام تمرکزش رو این بود که تیمش رو بتونه دفاعی بچینه و وقتی که میره اونجا با یه باخت خیلی بزرگ از زمین بیرون نیاد. و توانایی فوتبال ایران همینه بود که دیدیم، بیشتر از این نبود. ببین بازی با بعد از بازی با آرژانتین تیم ایران کاملا تخلیه شد، چه به لحاظ فیزیکی، چه به لحاظ روحی روانی، به لحاظ فوتبالی که اون آقای چیز مربی بوسنیا عنوان کرده بود که نمیدونم چرا تیم کیروش دفاعی داره کار میکنه در زمانی که میخوان به گل برسن، به گل احتیاج دارن. خب منم اعتقاد داشتم که چرا این کارو کرده، ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم فوتبالیست‌های ما به لحاظ قدرتشون، به لحاظ کار تاکتیکی و اون بینشی که چندین سال درش بزرگ شدن، پرورش پیدا کردن، اینو این قدرت رو ندارن که بتونن بعد از دفاع اون ترانزیشن از دفاع به هافبک، هافبک به فوروارد رو اوتوماتیکلی انجام بدن، سیستماتیک انجام بدن، ندارن. و فوتبال ما همینه. به این دلیل ما میگیم ما آماتوریسم هستیم، به این دلیل من میگم گذار آماتور به حرفه‌ای‌گری در فوتبال ایران طی نشده. ولی فوتبال ایران، شما چند دهه هست خودتون فوتبالیست ملی بودید، بازی کردید، در سطح باشگاه هم مربیگری کردید، فوتبال ایران رو اگر بخوایم تعریف ازش بدیم به لحاظ ویژگی‌های فیزیکی بازیکن ایران، فوتبال ایران فوتبال تدافعی یا فوتبال تهاجمیه؟ ماهیت فوتبال ایران، ماهیت فوتبال ایران، آقای خدابخشان یه چیز اشاره کرد در مورد چندین سال پیش که مربیایی که می اومدن ایران چی میگفتن راجع به فوتبال ایران. من یادم میاد زاگالو اومد با تیم ملی کویت، آقای خدابخشیان هم کاملا یادش هست، وقتی که ما تیم ایران رو بردیم، تیم ایران مقدماتی جام جهانی بود، تیم کویت رو بردیم، از زاگالو پرسیدن نظرت راجع به بازی تیم ایران چی بود، گفت من اصلا مونده بودم توی تیم ایران که چه جوری 10 دقیقه همه می اومدن پاسکاری میکردن، 10 دقیقه بعدش همه شروع میکردن سانتر و توپ و توپکشی میکردن، یهو انفرادی کار میکردم. من نمیدونستم چجوری جلو تاکتیک اینا رو بگیرم. فکر میکردم ما از رو تاکتیک داریم کار میکنیم. نمیدونست که فوتبال ما عدم داشتن دیسیپلین و برنامه ریزی، هر کس هر چی دلش میخواست انجام میداد بر اساس این داشتای انفرادی. خب این اگر هم بخوایم، ما واقعیت این مسئله اینه که اگر ما بخوایم به اصل فوتبال ایران بخوایم نگاه بکنیم، ما فرهنگ فوتبال قبلا هم گفتم یه فرهنگ فوتبال کوچه‌ای داریم، یک فرهنگ فوتبال علمی نداشتیم، جهان بینی علمی در فوتبال ما وجود نداشته. ببین همین فرهنگ فوتبال کوچه‌ای به نظر میاد بیشتر فرهنگ فوتبال تهاجمیه تا تدافعی. خب تهاجمی تدافعیش هم ببین به زبان عامیانه تیغیه. اتفاقا من می‌خوام همین پرسش برنامه مطلب. اونچنانی برنامه‌ای که الان بوسنیای 19 سال، بوسنیا 19 ساله که استقلال پیدا کرده، ولی آیا این فوتبالش در این 19 سال رشد کرده؟ نه، این همون بچه‌های یوگسلاوی هستن که در ریشه فوتبال یوگسلاوی، از ریشه فوتبال یوگسلاوی نشأت گرفته. این فوتبالی که بوسنیا داره انجام میده، بوسنی اومد فوتبال بازی کرد، نشون داد پاسکاری، نشون داد فضاگیری، نشون داد فوتبال مدرنو نشون داد. ولی ما به صرف این که فقط با آرژانتین تونستیم در سیستم دفاعی بیایم این تیم رو ببندیم اکتفا کردیم و خوشحال از یک بازنده سرفراز بودیم به قولن. و من اگر بخوام بگم فوتبال با این تمام دعوایی که آقای کیروش با آقای کفاشیان و فدراسیون و فلان، این چیزایی که آقای علی امادی گزارش کرد، بخوام بهش اشاره کنیم، ببین این درد مشترک هرگز جدا جدا دوا نمی‌شود. مشکل ما کیروش تنها نیست، بود و نبودش نیست. خود آقای کفاشیان که میگه من کیروش رو میگیرم نگر میدارم یا میگم بره، این مسئله رو حل نمیکنه. خود آقای کفاشیان هم مشکلی این فدراسیونه. حالا تو قبل از اینکه وارد این بحث دعواهای داخلی فدراسیون بشیم، من یه پرسشم با خود بخشیان اگه میشه فشرده پاسخ این سوال بفهم، برای اینکه بعضی از بازیکن‌های تیم ملی صراحتا گفتن که اثر کیروش در تیم ملی فوتبال ایران تا سالها باقی خواهد موند و به نظر میاد حد مربی بزرگی هم که آمده به شکلی شاید این تأثیر روی فوتبال ایران گذاشته. پرسش من این هست که اون چه که کیروش انجام داده در نگاه به سیستم تدافعی فوتبال ایران
برخلاف ماهیت فوتبال ایران یا طبیعتی است که او شناخت، یعنی فوتبال ایران رو به لحاظش از سرعت، به لحاظش شرایط فیزیکی تشخیص داد که بعد این فوتبال این گونه بعد برنامه‌ریزی بشه. سیامک خان، آقای ابراهیم‌زاده نکته بسیار ظریفی رو اشاره کرد، گفت بوسنیا همین پریروز استقلال پیدا کرده و شده تیم ملی بوسنیا یا بوسنیچی های توپچی، اما اینها سالها یوگسلاوی بودن. یادتون نره یک روز یوگسلاوی، من بیاد دارم ناچار شدم سه تیم ملی یوگسلاوی رو روی کاغذ نام ببرم، سه تیم ملی یوگسلاوی. چرا؟ به خاطر اینکه حداقل 80 بازیکن یوگسلاوی در باشگاه‌های به اصطلاح بلوک غرب توپ می‌زدن، حرفه‌ای شده بودن. حداقل 7 مربی صاحب نام یوگسلاوی مربی تیم‌های باشگاهی اروپا بودن، یا رایکوفی که در فوتبال ما بود و اثر پاش سال‌ها در فوتبال ایران باقی موند. آقای کیراش آمد، ما بالاترین رقم هم نپرداختیم اما از اعتبارش استفاده کردیم و این به اصطلاح مافیای فوتبال، فدراسیون فوتبال حتی به او هم کلک زد. اولا شما وقتی میرید اسپانسر بگیرید، همیشه اسپانسرها به خاطر یک بازیکن یا یک تیم یا یک مربی میان، این رو یادتون نره. همین آقای فرگوسن داشت با رونی در میافتاد، آقای رونی میخواست از منچستر یونایتد بره، صاحبان آمریکایی چنین وانمود کردن و قرارداد بستن که رونی هست، نه به خاطر رونی، به خاطر مارکت وال استریت، و دو به خاطر اینکه دو اسپانسر، یکی نایکی، یکی یه شرکت هواپیمای روسیه داشت میومد قرارداد ببنده و اونها فقط رونی رو میشناختن. شما در آمریکا آمار بگیرید از بازیکنهای منچستر یونایتد، 70% آمریکایی‌ها فقط رونی رو میشناسن، بعد بقیه رو. بنابراین چقدر تأثیر داره وقتی شما یک شخصیتی شناخته شده. من حالا به کارهای تاکتیکیش کار ندارم، آقای کیروش فکر کرده بود میتونه مثل یونان 2004 که قهرمان اروپا شد با شیوه دفاعی این کار رو انجام بده. امروز یونان هم همین کار رو انجام میده در جام جهانی با آقای سانتوس، بازم دفاع میکنه، یک ضد حمله میکنه. اما بیاید واقع بین باشیم. اولا باید این فدراسیون رو گفت بروند جاروشون کنید، اینا اهل فوتبال نیستن، اینها فوتبال نمیشناسن، اینها دلال های فوتبالن. این یک واقعیته، هیچ دلخورم نشید. دقیقا علی آقا گزارش شاهکار بود. بله ایران در تحریم قرار داشت، ولی اختلاس ها و دوزی هایی که میشه اون سرمایه ها از کجا میاد؟ اوکی؟ پس بنابراین نگاه اولتون بره به فدراسیون. دو، شما آقای کیروش رو آوردید، کدوم دستیارا رو در کنارش گذاشتید که وقتی ایشون میرن حداقل فلسفه فکری ایشون یا درسای تاکتیکی ایشون مورد بهره برداری قرار بگیره؟ نکته دیگر، محمود خان هم بهش اشاره کرد، دوستان من نگاه کنید به لیگ برتر ایران در سطح روستاهاست. ما تمام دلخوشیامون اینه که تیم‌های قطر، نمیدونم عربستان رو باید ببریم. این که نشد فوتبال. بعد شما میخواهید در سطح به اصطلاح منطقه بازی کنید اما در جام جهانی بیایید آرژانتین و بوسنیا رو دیگران رو شکست بدید. یک نوع واقع بینی نیست این. فقط این، ما همیشه عادت داریم دیم بازی کنیم. دیم این لغت ماست. ما تاکتیک یک روز غیرت داشتیم، فوتبال دیمی بازی میکردیم. تنها کاری که کیروش کرد که باید بهش کردیت داد، اون هم به خاطر بچه های جدیدی که آمدن. چرا اینو اشاره میکنم؟ همین آقای دژاگه، همین اشکان خان که مورد بیلطفی کوچ هم قرار میگرفت، هر دفعه هم بیرونش میابرد که به نظر من اشتباه تاکتیکیست، اما هر مربی سلیقه خودشو داره. یک نکته یاد بگیرید، هر مربی، هر مفسری، هر کسی که مسئول سلیقه خودشو داره، همین اختلاف نظرها همیشه پیش میاد. اما کیروش یک کاری کرد، به بچه ها گفت اگر رو سکریپت بازی کنید، آنچه که من به شما گفتم رو انجام بدید،
برنده میشید. اما همینجور که محمود خان گفت، خب بازیکن‌ها نداشتن این توانایی رو. شما چگونه میخواستید بازیکن‌هایی که تا دیروز در سطح روستاها با چند فوتبالیست منطقه‌ای توپ زدن، یا بالاترین رقم ازبکستان رو نگاه کنید، استرالیا فوتبالشو ببینید چگونه فوتبال میکرد. همین آمریکا دیرتر از ما اومده در فوتبال، هر بار در جام جهانی انتخاب میشه. امروز در واقع یک نوع جرگیری کرده تمام آمریکا رو. بیاید واقع بین بشیم، فوتبال ما هر چهار سال یک بار میاییم جام جهانی، همه میشینیم در سراسر دنیا روی سکوهای تاریخ خوشحال میشیم. برزیل هم شد یک خاطره شیرین سال 14. اما فوتبال ما نه یک قدم بالا آمد، نه یک قدم عقب رفت، همون جایی بود که بود. من برداشتم اینو. آقای ابراهیم زاده، دو تا پرسش مطرح میشون، میخواستید به اصله کیروش رو کفاشان اشاره بکنید، من صحبتون رو قطع کردم. چقدر از محبوبیتی که در این تردیدی نیست که کیروش الان بسیار شخصیت محبوبی است در میان ایرانی ها، چقدر از محبوبیتش علتش همون نکته است که علی هم در گزارش ابتدا برمشا کرد، ایستادن او جلوی فدراسیون، جلوی دخالت هایی که دولت و افراد غیر ورزشی، نکته هم که الان آقای خدابخشی به شکل اشاره کردن، مشکلاتی که در فدراسیون، یا این در واقع علت این هم اصرار و حتی رضایت بسیار بالایی که خود تیم داره. ما کمتر فکر کنم در تاریخ فوتبال ایران چنین چیزی شاید هستیم که تیمی که شکست خورده داره جام جهانی ترک میکنه، تمام بازیکنان خواستار این هستن که مربی بمونه و کارش ادامه بده. ببین سیامک جان، مشکل ما در جلسه قبلی من گفتم مشکل ما مشکل فرهنگیه. آقای کیروش خوب، آقای کیروش مربی تیم ملی، آقای کیروش کسی اومده کار کرده، خب الان هم داره برمیگرده خونش. ولی متاسفانه جو حاکم بر جامعه ورزش ما، هوادارای فوتبال، فوتبالیستا، اگر بخوایم نگاه بکنیم، محک بزنیم جهان بینی فوتبالشون و شعاع فکریشون، شعاع فکری حرفه‌ایشون بخوایم نگاه بکنیم، میبینیم منطق، یعنی در واقع احساساتشون بر منطق و علم فوتبال همیشه غلبه میکنه. وزن احساسات مردم و هواداران فوتبال ما از وزن، یعنی در واقع بر وزن منطق و علم فوتبال دنیا فوزونتره. اتفاقا من برای همین پرسش رو مطرح میکنم، اگر که ما مشکلات باشگاهی داریم، فوتبال ایران گرفتاری های در داخل در درون کشور داره، همین اینا درست. پرسش من اینه که آیا حفظ کیروش و با همین رویکردی که داره که علی گفت شاید دیکتاتور هم به نظر برسه، و اینکه باعث میشه جلوی مداخلات فدراسیون میگیره، سعی میکنه تیم رو با برنامه که تا اونجا که تونسته با همه مشکلاتی که بوده خودش اداره بکنه، نتیجه هم حالا ممکنه یه عده بگن نتیجه مطلوبی نیست، تیم نمیدونم چنین و چنان است و اینا، ولی حفظ ادامه حضور چنین شخصیتی در فوتبال ایران ضرورت داره یا نداره به نظر، با توجه به این مبلغ قراردادی هم که الان پیشنهاد کرد؟ به لحاظ مبلغ قراردادی که من فکر میکنم الان خود کیروش جز بالاترین قراردادهای مربیای دنیا هست و تیمایی هستن که در به راند دوم، همین دور دوم بازی‌های جام جهانی رفتن، مکزیک، اوروگوئه، امثال هم مربیاشون یک پنجم، یک دهم، تا حتی از یک دهم تا یک دوم قیمت دارن پول میگیرن. تیمای اصلا تیم مکزیک چیزی بیشتر از 200 هزار دلار نمیگیره مربیش، یا تیم کرواسی که در اون صد بازی کرد. خب پس ببین، به لحاظ مالی من فکر میکنم فدراسیون فوتبال میتونه این پولو یک مربی در سطح این همین آقایونی که الان تو جام جهانی دارن مربیگری میکنن برای ایران بیاره. میگه نیوردن قبلا بیارن، ولی برنامه‌ریزی درست نداشتن. شما خودت اشاره کردی، بس بر سر همینه، مربی میخواد که بتونه کارو در دست بگیره. ببینید شما هر سازمانی شما یه نفر رو استخدام میکنید، اون که باید بیاد در سیستم شما باید حل بشه، این شما هستین که اونو در سیستمتون قرار میدین. ولی مربی وقتی میاد فدراسیون میخواد کنترل میکنه، این یا اول که اشتباه است، دومی که آقای کیروش متوجه شده که فدراسیون ما داریم که به لحاظ علم فوتبال گنگه و گیجه، متوجه شده که به لحاظ تخصص نداریم، تجربه نداره و هر چی دلش میخواد اونا رو چارج میکنه، هر چی دلش میخواد به اونا میگه. خب طبیعیه زمانی که اگر بازیکنی از مربیش بیشتر بفهمه، بهتر بدونه، هیچ رسپکتی، هیچ احترامی برای مربیش نخواهد داشت. همینجور اگر مربی متوجه بشه که فدراسیونش چیزی در چنته نداره، احترامی براش قائل نیست. پس تا زمانی که فدراسیون ما
سازمان درست علمی نداشته باشه، سازمان حرفه‌ای نداشته باشه، هر مربی دیگه هم بیاد یا باید در اونا حل بشه همونجور که اونا میخوان ادامه بده، یا اینکه مثل کیروش باید تو روشون وایسته. شما خودتون مربی باشگاهی هم بودید در ایران، این 2,800,000 دلاری که کیروش درخواست کرده با توجه به قراردادهایی که این روزا میشنویم، علی هم گفت این قرارداد میلیاردی کردن، واقعا اگر این پول مثلا به کیروش داده نشده خرج تیم ملی ایران میشه، خرج بازسازی و زیرساختای فوتبال ایران میشه؟ باید بشه. حالا اگر نمیشه حضور دلالاست که نمیذارن به اونجا برسه، یا سیستم خرابه که نمیذاره این کار انجام بشه، ولی قانونا باید این کار انجام بشه. شما ببینید همین الان اگر بخواد این پولی که به توی قرارداد، همین الان آقای امادی اعلام کردن که چیز حدود 5 میلیون دلار خرج شده، مگر ما استعداد در ایران نداریم؟ همین کاری که آمریکا کرده مگر نمیتونیم توی ایران انجام بدیم یا نمیتونیم انجام بدیم؟ به مراتب بهتره میتونیم انجامش بدیم. چرا؟ چون ما تکنیک داریم، استعدادهای ما به لحاظ تکنیکی فراتر از خیلی جای دیگه هستن. من اشاره کردم قبلا، گفتم یوگسلاوی برزیل اروپا بود، ایران هم برزیل کل آسیا میتونست باشه. ما داریم تکنیکش، ما تا برنامه ریزی نداریم، نمیدونیم چجوری این پولا رو خرج اونجا کنیم، یا اینکه ترجیح میدیم پولا رو خرج خودمون بکنیم و بی خیاله. من بستر همینه، یعنی اگرم که بایت ها که شما میگید درسته، ولی این بایت ها عملا اتفاق دیگه، یعنی قرار بوده این میلیون ها دلار پول هایی که حالا الان صحبت میشه یک مربی در سطح جهانی درخواست میکنه خرج تیم های پایه بشه و نشده. بس بر سر اینه، و اگه شده بود که وضعیت باشگاهی ایران هم تو کشوره کردن خیلی بهتر از این بود. گرفتاری اینه که آیا در همچین شرایطی با این واقعیت ها بهتر از که این پول خرج یک مربی تراز اول بشه بیاد تیم رو به سطح بالاتری برسونه، تفکرات رو تغییر بده، یا انتظار داشته باشیم که از تو این باشگاه ها بالاخره 20 تا بازیکن بیان که حداقل در این تیمی هم که چیده شده، با اینکه کاربران نشون دادن که مرداد پولادیر که در باشگاه داخلی بازی میکنه بهترین بازیکن جام انتخاب کردن از تیم ایران، ولی اون بازیکنانی که عملا سعی کردن حداقل در حوزه خط حمله و هافبک نقش کلیدی بازی کنن، عمدتا اینا دارن خارج از ایران توپ میزنن. حالا درستم هست که ممکنه باشگاه های خیلی تراز اولی هم نباشن در سطح دنیا، ولی عمدتا اون باشگاه های اروپایی دارن بازی میکنن و ایران بازی نمیکنن. آقای خدابخشیان، یک پرسشی که مطرح میشه این که قبل از اینکه کشاری هم به بحث تیم آمریکا بکنیم، بازی امروز که با آلمان داره، اختلاف سطح فوتبال آسیا با فوتبال اروپا و فوتبال جهان آیا مشکل اینه؟ چون وقتی که صرف نظر از ایران به ژاپن نگاه کنیم، به کره جنوبی نگاه کنیم، اینها هم نتایج بسیار ضعیفی گرفتن در جام جهانی، اگرچه ممکنه خوب بازی کرده باشن، ولی به لحاظ نتیجه تفاوتی با ایران نداره به کارنامه‌شون. سیامک خان نازنین من، نه اتفاقا نکته ظریفی رو اشاره کردید، فلسفه فوتبال، فرهنگ فوتبال. من بارها اشاره کردم فوتبال مثل تاریخ، خودش روح داره، منطق داره، وجدان داره، عدالت داره. ببینید، بیاید از تاریخ فوتبال درس یاد بگیریم. محمود خان چون فوتبال ایتالیا رو از نزدیک دیدن میدونم من دارم چه مسائلی رو مطرح میکنم. ببینید دهه 60 یک مربی اومد به نام هررا و به انتر میلان یک شکل جدید داد، یک فلسفه آورد با یک سیستم به نام کاتناچیو. اولین بار لیبرو استفاده کرد که یک مقداری برگرفته بود از سیستم مجار بزرگ، اما این سیستم کاتناچیو شد فرهنگ فوتبال ایتالیا. دفاع مطلق با ضد حمله و سرعت عمل بسیار، با دو بازیکنی که یکی مدیر بود یکی بازیساز بود و حتما یک گلزن داشت. تا این فوتبال سرانجام توانست ایتالیا رو قهرمان جام جهانی کنه، بعد ایتالیا سقوط کرد، فرهنگ کاتناچیو باخت. دیدن در فوتبال مدرن که توتال فوتبال اومده دیگه نمیشه این چنین بازی کرد. بنابراین دوره ساکی شروع شد، ساکیزم آمد، هیپ هاپ فوتبال، فوتبال زنده با استفاده از بازیکنهای هلندی که آس میلان داشت. ساکیزم فوتبال ایتالیا رو آورد تا سرانجام قهرمان جام جهانی شد، بعد دوباره ناکامی تا کوچ جدید آوردن. آقای پرندلی، سزار پرندلی گفت من فلسفه فوتبال ایتالیا رو عوض میکنم، میخوام تیمی درست کنم مثل بارسلون، اما دیدید ناکام موند. چرا؟ حالا متوجه شد اون مهره ها رو نداره،
فلسفهش درست بود، ولی شما با یک بازیکن مثل بولاتلی که همیشه مزاحم شماست نمیتونی تیم بسازی. برای همینم هم وقتی استعفا میداد، اولا یک بزرگواری داشت، اومد گفت من باختم، من اشتباه کردم، حتی در انتخاب این بازیکنم اشتباه کردم. ببینید، بیایید یک فلسفه بیاریم در این فوتبال، یک فکر بیاریم در این فوتبال. مربی خارجی فقط یک سپر بلاست برای مسئولین. آقای کیروش آمد، به هر حال یک دانشی داشت، یک تجربیاتی آموخته بود. چرا ما چند تا دستیار باشگاهی در کنارش قرار ندادیم که اگر میرفت اونا آگاهی هاشون رو با یک فرهنگ جدید یا یک سیستم جدید پیاده میکردن؟ مسئله مالی نیست، اون سرزمین همیشه غارتگراش درون کشورن. ما رو امپریالیسم ندزدیده، ما رو خود ما دزدیدیم. ما خدای رشوه ایم، ما خدای این هستیم که حق همدیگر رو بخوریم. غربی ها رو مقصر ندونید، اول این ادب رو یاد بگیریم، این فرهنگ رو یاد بگیریم. و بعد آقای صادق هدایت بهتر از همه ما میدونست این ملت کیه. اینقدر به این مربی اولا قیمت ارزش ندید. اگر کسی رو میاری، حداقل کسی بیارید که فوتبال ما رو دگرگون کنه. ما به یک رنسانس احتیاج داریم، به ویژه امروز. من باز امروزم با شهامت میگم، 2006 گفتم بازیکنایی که در خارج متولد میشن میان و فوتبال ایران رو دو فرهنگی و دو لهجه‌ای میکنن. بازم خواهند آمد، اشکانهای جدیدی خواهند آمد. بله. شما با اینها چه کار میخواهید بکنید؟ با یک مش برنامه تلویزیونی جنجالی، با یک مش مربی کمدین، یا همیشه دعواهای شخصی؟ ما سوپرستارهایی که داشتیم میتونستیم ازشون استفاده کنیم. پس آقای علی دایی، کریم باقری، علی کریمی، مهدوی کیا با این تجربه هایی که داشتن کجا هستن؟ بیارید از اینا استفاده کنید، مجبورشون کنید برن کلاس، برن دوره ببینن، بیان فوتبال ایران رو بسازن. این آمریکایی ها با اینکه بسکتبال دارن، بیسبال دارن، فوتبال آمریکایی دارن که به گفته پسر من مارتین بالاترین پول ESPN از فوتبال آمریکایی ساخته میشه، حالا دارن میرن دنبال این فوتبال ساکر. چرا؟ احساس کردن از دنیا عقب هستن. به گفته آقای دکتر هنری کیسینجر، اگر آمریکا در ساکر موفق نشه، هرگز نمیتونه در دنیای گلوبالیزه شده موفق بشه. ما چگونه میخواهیم؟ آیا ما میخواهیم با فوتبال پترو دلار که از بین رفته بریم رقابت کنیم؟ تموم شدن کشورهای عربی، اینها دیگه نمیتونه. نگاه کنید به منطقه، ژاپن ورشکسته است، نمیتونه بازیکن بده به شما. بازیکنهای ژاپنی فوتبال رو زیاد دوست ندارن، میرن بیسبال بازی میکنن، مثل آقای تاناکا ایچیرو میان در بیسبال آمریکا میدرخشن. فقط تنها امید بازار جهانی اینه که شاید چینی ها بیاین، اون هم برای دکان، برای بیزنس. از آسیا خارج بشید، به بچه‌هایی که در خارج پرورنده میشن، به اضافه همینجوری که محمود خان گفت، ما خوزستانو داریم، شما بیایید سرمایه گذاری کنید. من بچه خوزستانم، شما بزرگترین فوتبالیستای تاریخ ایران رو از اونجا گرفتید، پس چرا میرید از بیرون بنجل میخرید؟ بنابراین اشکال ما اشکال برنامه ریزی است، اشکال ما اشکال فرهنگی و فلسفی است، و اشکال ما اینه که سطح رسانه های درون کشور سقوط کرده. من با شهامت این رو میگم و خوشحالم که سیامک خان، حالا هر چه میخواد باشه، شما سعی میکنید یک نگاه دیگه، آقا نگاه دیگه بیارید، جوگیر نشی، نری تو این جنجالا. آقای کیروش خوب کاری میکنه، میره و باید بره. سیامک جان برای چی بمونه؟ برای چی بمونه؟ یک نفر به من جواب بده. اومد کارشو کرد، اینه، آدم باهوشیه، زیرک هم هست، بیزنسمنه، خواهد رفت. منم حق بهش میدم. بسیار خب آقای ابراهیم زاده، فقط قبل از اینکه صحبتتون رو بفرمایید، فقط اشاره بکنم دقیقه 24
بازی همزمان آمریکا به آلمان و پرتغال و غانا هر دو 0-0 تا این لحظه مساوی هستند. در تایید گفته‌های آقای خدابخشیان در رابطه با فوتبالی که ما باید جایگزین این فوتبالی که امروز داریم انجام بدیم اینه که هر کشور پیشرفته‌ای در فوتبال صاحب این برای کاری که میخواد انجام بده پیشرفت بکنه در فوتبالش سه اصل باید رعایت کنه. یکی باید فلسفه داشته باشه، همونجوری که آقای خدابخشیان اشاره کردن. دو باید پلان داشته باشه. و سوم باید سیستم داشته باشه که اون پلانی که داره به اهدافش برسونه. ولی متاسفانه ما اینو نداریم. در تیم مدرن آژاکس فلسفه پلان و سیستم وجود داره. اگر ایتالیا اون یا ساکی اومد اون کارو کرد، پلان و سیستم داشت. حتی ابزار کارش افرادی مثل فرانکو بارزی داشت که بتونه اون زون و دیفنس رو بیاد پیاده بکنه. وگرنه بدون داشتن افرادی مثل فرانکو بارزی و مالدینی و امثال هم نمیتونست اون کار انجام بده. ما تا زمانی که این برنامه ریزی سازمان رو نداشته باشیم، فدراسیونمون فوتبال ما رو نمیتونه تغییر بده. که متاسفانه این فدراسیون هم اون آگاهی و جهانبینی علمی و بروز دنیا رو نداره که بخواد دنبال اون کار باشه. در رابطه با اینکه آقای خدابخشیان هم اشاره کرد به فوتبال ایران، فوتبال خوزستان، من فقط تاکیدم روی خوزستان نیست. الان تکنیک نمیگیم شما بوشهری هست. نه من که فرق نمیکنه. یه بالاخره ما ایرانی هستیم، بوشهری باشیم، هر جایی که میخواد باشیم فرق نمیکنه. ولی فوتبال ایران در حال حاضر تکنیک در فوتبال ایران بالاست. در استعدادهای کل ایران، چه تو شمال ایران، چه در تبریز، چه در مشهد، چه در اصفهان، شیراز، همه جا تکنیک فوتبال الان بالاست. استعداد زیاد هست ولی ما برنامه نداریم. بهترین باشگاه هم شاید واقعا در صرف نظر این سالهایی که پرسپولیس استقلال بودن، واقعا الان باشگاهی که اصفهان در آذربایجان اینها هستن درخشیدن و خوب دارن عمل میکنن. الان بازیکن زیاد است، استعداد زیاد است، ولی استعدادیاب نیست. برنامه ریزی نیست که بتونیم اینا رو کشف بکنن، بیان روش کار بکنن. هر بازیکنم از سن 15 سال به بالا هر چی یاد گرفت خودش یاد گرفته. یعنی چیزی بهش یاد ندادن متاسفانه. و ای کاش برنامه یه برنامه ریزی داشتن که بتونستن به تمام استعدادی که تو سر تا سر ایران هست رسیدگی میشد، پرورش داده میشد، مثل جریان امریکا. امریکا نمیدونم حالا اگر بخواست قرار رو در رابطه باشون صحبت بکنیم خیلی کوتاه برای اینکه دو سه دقیقه وقت داریم اشاره‌ام به امریکا بکنید. برای بازی حساس و مهم نیست که اگه امریکا بخواد به دور بعد بره باید این بازی حداقل یا یک مساوی بگیره یا آلمان رو شکست بده. مساوی بگیرن احتمالاً آلمان و امریکا هر دو با هم به دور بعد خواهند رفت. آره دیگه، خب این شما خودتون بهتر از من اینو اشاره کردین و میدونید که حالا صبر می‌کنیم تا آخر بازی ببینیم چی میشه دیگه. این بازی فوتبال آمریکا پیشرفت کرده در طول فوتبال ایران. ببین همون اشاره‌ای که قبلا شده بود، اینکه کارلوس کیروش اینجا طرح و برنامه‌ریزی تیم‌های المپیک دیولپمنت آمریکا رو داده بود از سال 91، اون 4 سالی که اینجا بود اون طرح پیاده شد و آمریکا حدود 20 سال روش کار کرد. اگر امروز امریکا میبینین اینقدر موفقه به دلیلی که با برنامه ریزی اومد کار کرد، پلان گذاشت، همونجوری یه فلسفه، یه هدف داشت، یه پلان براش درست کرد. یعنی کلینزمن چیزی رو در فرهنگ فوتبال آمریکا تغییر نداده به نظر؟ نه، کلینزمن مثل هر مربی خارجی اومده تیم ملی رو همین کاری که کیروش داره میکنه کلینزمن داره با تیم ملی آمریکا میکنه. اصل فوتبال آمریکا تغییراتی بوده که از سال 91 به بعد انجام شده. اون تاثیرات چرا تو تا اون موقع آماتور بوده، یه رکریشنال بیشتر نبوده. ببین اون گذار آماتور به حرفه گری رو فوتبال آمریکا انجام داده، فدراسیون آمریکا انجام داده که امروز آمریکا اینقدر داره خوب فوتبال بازی میکنه. آقای خدابخشیان یک دقیقه فرصت داریم پایین برنامه. جامعه آمریکا امروز به انتظاراتش از تیم ملی چقدر هست؟ به هر شک صحبت زیاد بود که گفتید توجه الان کمی بیشتر شده، ولی هنوز تیم فوتبال مردان رو صحبت میکنه. تیم فوتبال زنان خب بحثش فرق میکنه. 30-40 ثانیه فرصت داریم. تیم فوتبال مردان آمریکا فکر میکنید داره مورد توجه جامعه آمریکا قرار میگیره؟ تموم شد، برد. ریتینگی که ESPN گرفت در بازی آمریکا و پرتغال بالاترین ریتینگ بود برای ساکر. 32 میلیون نفر تماشا کردن. نکته دیگر یادتون نره، فوتبال در آمریکا با ساکر مام شروع شد. مادرها بچه‌ها رو می‌ذاشتن در این ونها، بله، بچه‌های محله رو جمع می‌کردن، می‌رفتن در پارک‌ها که ما همه شاهد بودیم. از پایه درست کردن. سپاس. فوتبال آمریکا به راه افتاد، روی شاهرهای جهانی داره میره، چه ببرن چه ببازن. آدمای حرفه‌ای هستن، اسپانسر هم می‌گیرن، کار جدی انجام داد. آقای خدابخشیان سپاسگزارم. من سریع بگم. آقای خدا متاسفانه وقت برنامه شما در حتی
خواهش میکنم. عذر میخوام. حتما تا برنامه بعدی با شما خواهیم بود. مانه که خدا بخشیان و محمود ابراهیم زاده بودن.